نه جان. این چیه دیگه پوشیدی؟ سلام علیکم. چه اومدم خدمات بگیرم. مطمئنی عزیز به در بچه های سفارت نمیای؟ چند؟ نه 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 یه سوال حالا اصلا حالا اشکال نداره هر جوری که راحتی خودت پوشش خودت رو انتخاب کن، ولی تو خواهر ناتنی نداری؟ نه یعنی چی؟ منظور ما چند وقت پیش یه خانومه رو دیدیم اسمش شادی اسدیون بود. چه ربطی داره؟ شادی اسداللهی، شادی اسدیون مثلا. نه دیگه میتونه خواهر ناتنیت باشه، مگه ندیدی؟ من تو خبرها تازه دیدم که ابراهیم رئیسی یه برادر ناتنی داره اسمش ابراهیم رئیسیونه. میدونستین؟ ابراهیم رئیسیون یعنی اینا خانوادگی یعنی خب شاید بچه‌ها رو چه مثلا بچه‌ها که به دنیا می اومدن اسمشون رو عوض نمی‌کردن. مثلا سه تا برادرن، ابراهیم رئیسی، ابراهیم رئیسیون، ابراهیم رئیسیان. خواهرها چی؟ سه تا هم خواهرن. ابراهیم رئیسی، ابراهیم رئیسیون، ابراهیم رئیسیان. شش تا هم هستن، بهترینشون همینه که رئیس جمهور شده با 6 کلاس، بعد 5 4 3 2 1 دیگه کلاس اول تک تحصیل کردن و وارد احتمالاً سیاست شدن. تو خوبه. اینا تو خونه میخوان بچه‌ها رو صدا بکنن. راحته. فامیلیه رو مثلا یه دونه یونویان آخرش میذارن. به جای اینکه بچه‌ها رو عوض کنن. بچه‌ها توقع دارید اینا مثلا منطق بفهمن؟ منطق منطق شما در نظر بگی همینا که الان در طول این ایام عید مثلا مؤدبانه میرن امر به معروف و نهی از منکر میکنن و میگن خانم مثلا عزیز بانو بزرگوار این شال قشنگ تو چقدر نازه اینو سرت کن. درود بر شما بانوی من، شال زیباتونو بکشید زیباتر بشید. این تجاوز دیگه چه فرقی میکنه تجاوز کردن؟ فکر کردیم با ادب و نزاکت انجام بدین مثلا موجه میشه؟ بذارید من با یک مثال معکوس من هی طور نگاه میکنم به خود یاد آمنه سعادت میفتم. چه خدماتی میخواست؟ ماست میخواست؟ بابا بردار بیا اون ماست حسین مکان بده. به نظر من کشف حجاب با همین الان انجام بده. ماست نه، ماست رو سر من نریزین تو رو خدا. این الان حرام سیاسی. من یه با مثال آره باد بزن واقعا گرم میکنه فضای استودیو رو. مثال معکوس شما فرض بگید یه آقای مثلا وایساده این گوشه مثلا خیابون، دو تا خانم آقا برن سراغش، یا آقا یا خانم، بعد بگن آقای گل عزیزم چرا پشمای سینت از پیرنت زده بیرون؟ اینو یا بکنش تو یا با این موزر بزنش. اینو فکر می‌کنید مؤدبانه به یارو بگید یا مثلا بریزید سرش چهار دست و پا و با قلاب شکار بکشینش تو ون و با موزر بیافتیم به جونش پشمای سینه‌شو بزنید فرقی می‌کنه؟ جفتش فضولیه دیگه تو کار و تجاوز به حریم خصوصی. و تجاوز به حریم خصوصی ادب و نزاکت توجیهش نمیکنه. میفهمید یا ابراهیم رئیسیون خودم نمیدونم میفهمید یا بیایم بکنیمتون تو ون؟ این چه جوریه این داستانش؟ سینا جان سلام. چی شد؟ ای بابا حواس منو پرت نکن دیگه، من دارم اصلا شما چه جوری دیدین من دارم دعا میکنم؟ دعا داری میکنی؟ داشتم میکردم دیگه، نذاشتین دیگه. چه ربطی داخل این وسط برنامه چی؟ اول برنامه سلام شما نباید نگاه کنی. شما نباید نگاه کنی. شما اصلا نباید نگاه میکردین. چه جوری دیده شد؟ مشخص بود. اینجا نشستم. ببین این همه دوربین، همه آدم، همه دیدن. نه بابا چرت و پرت نگی، بی خود بی جد. اینا همه ثابت شده است. آره، آدمای معتبر و درست حسابی اومدن ثابت کردن. مثلا همین آقای دبیر که داشت ایشون آره داشت دعا و مناجات و چیز من میخوند و چجوری ثابت کرد؟ یه چیزی که اومد توضیح داد، یه مصاحبه دیگه کرد و اومد توضیح داد که معلوم شد همه قضاوت اشتباه کردن. اشتباه کردن مثل من که الان قضاوت اشتباه الان اشتباه. اولا که در توضیح در ابتدایی ترین قسمت توضیحات خب گفتن چه خوب که من اصلا گوش بدیم بهتره. آره ببین چی گفته. خدا رو شکر فنی نیست، نگفتن فلانی مشروب خوره، خدا اینه که دنبال ناموسه من با همین نمازه حال میکنن. خدا رو شکر ما واسه نماز، به خدا واسه نماز کتک خوردیم. آخه این رو میگفتی کار چیز نکرده، زن مردم رو نگاه نکرده، ناموس مردم رو نگاه نکرده، کاری نکرده. سر نماز، سر نماز نیست، سر ریا و تزویر و دروغگویی و پدستوختگی و بیشرفی و اینجور چیز هست. نه سر نماز چی به نماز خوندنت کار داره؟ به کارت کار داره که نشسته بودی اون وسط داشتی این کار انجام میدادی عزیز دل. واقعیتش که من 48 ساعت پیش یه مصاحبه با تسنیم کردم، یه خجالت دوستان در اومدیم، همین زد انقلابا به اونا هم گفتم داشته باشید 48 ساعت یه بامبول درست میکنن. الان اینجا با شما داریم صحبت میکنیم، داشته باشید باز دنبال چیز دیگه.
داشته باشید. متوجه شدید؟ داشته باشید. اگر بخوام ضد انقلاب، راجب ضد انقلاب حرف زده بودی، به خاطر همین ضد انقلاب الان برات داستان درآوردن. ضد انقلاب هر جوری بخوایم حساب بکنیم که ضد انقلاب تویی در واقع، هم ضد انقلاب زن زندگی آزادی هستی، هم با اون محاسبات قبلی خودتون حساب بکنیم، تو اگر شانس، یعنی شانس می آوردن مردم، خودت بعد شانسی می آوردی همون زمانی که انقلاب قبلی اتفاق افتاده بود به پست اینا می خوردی که به جرم ریا و تزویر و دروغگویی و تمام این پدرسوخته بازی ها همون خلخالی ترتیبتو داده بود، نمی رسیدی به اینجاها عزیزم. ولی خب حالا به هر حال پس در واقع میشکم اینا همه به خاطر اینه که تو ضد انقلابا رو یا این جوانای مملکت رو که دنبال آزادیشون بودن اینا شاکی شدن از دست تو دیگه، میخواستن حال تو بگیرن. خب اول اون نماز مستحبی بود و من اون تایم بعد میخوندم چون ماه رمضان نیتی کرده بودیم که این تایم بخونیم، بعد واقعا هیچکی ندید من دارم میخونم، من بغل لثه خودم متوجه نشدن. هیچکی ندیده؟ تو اگه 1% فکر میکردی هیچکی نمیبینه این کار تو رو، محال بود این کار رو بکنی. این یک. دو، بغل لسید که چشاش زده بود بیرون. حالا بقیه رو هم بگیم ندیدن، یکی که اون ور سالن که دیده بوده، زوم کرده بود ازت داشته فیلم میگرفته، کی ندیده بوده؟ تو مگه اینکه خودت انقدر سرتو کوبیدن به دوشک وقتی مثلا کشتی میگرفتی مخ جا به جا شده و کلا نمیبینی نمیشنوی همینجا خوزه اول میگی؟ وگرنه اگر این کارا و این پدرسوخت بازی هایی تو رو نمیدید کسی، تو الان اونجا نشسته بودی که جات اونجا نبود که اینا رو دیدن، این کاراتو دیدن گذاشتنت اونجا، نه به خاطر توانایی در مدیریت. که حالا اون آقایی که فیلم برداری کرد، چون بعدش اومد پیش من وقتی فیلمو گرفت، اومد گفت من همچین فیلمی گرفتم، یه دفعه نشون داد به من، یک ساعت بعد از افطار که ما افطار رو کرده بودیم، همینجوری من کپ کردم، گفتم ببین من راضی نیستم و راضی نبودم، تو باعث شدی الان الکی من کتک میخورم. گفت نه خیلی فیلم خوبه. گفتم ببین به دل خود من نشست این کارو، که یعنی چی؟ و تو چجوری منو پیدا کردی اونجا؟ چجوری پیداش کردن اینو؟ اون وسط راضی هم نبوده، راضی هم نبوده پیدا کردنش، کتک خورده. آخه به دل خودش نشسته. یعنی یارو نشسته یه کلی برنامه‌ریزی، نه از قبل خودش هم گفته بوده من این ساعت، این روز، این تایم، این وسط جلسه باید این کارو بکنم، باز به دل خودش نشسته. خب معلومه که دیگه به دل بقیه هم نمیشینه. تو خودت میدونی چه پدرسوخته بازی و چه فیلمی رو بازی کردی اونجا و این داستانا رو تراشیدی، بعد به دل خودت هم نشد نگاه کردی دی نه خیلی زایاست این، عجب پو، این خیلی پوفیوزه این لولش، اینو بذارید واسه مرحله بعدی یا سیزن بعدی، این هنوز اینو بذارید واسه انتخابات ریاست جمهوری، اینو میشه پاکش کنی؟ بعد یارو گفته نه من پست کردم رفته، به دل خودش هم نشسته. آخه فقط یه چیزو میدونم، من همیشه به خدا گفتم خدای منو پاک ببر، انقدر گناه دارم. حالا تو این اینایی که اومدن هی نوشتن، تهمت زدن، غیبت کردن، اگر اونا درست بگن میشه غیبت، اگر اشتباه کنن میشه تهمت به من، در هر صورت دارن گناه میکنن، بار گناهای من داره کم میشه. شما رو میگه ها غیبت میکنی تهمت، بشین به همین خیال باش که بار گناهات داره کم میشه و تو همین جوری داری رهسپار بهش میشی، قراره که ببرن اونجا واسط فرش قرمز پهن کنن و به خاطر این کارهای خوب و قشنگی که میکنی و بار گناهات داره کم. میگه خبرنگار و خبرگزار و کسایی که راجع به موضوع کار کردن اینا پشت سر من غیبت کردن. مردی که پس کلا هر چی خبرنگار و تلویزیون و رسانه است دارن پشت تمام سیاستمدارا غیبت میکنن دیگه، وگرنه بعد همه صبح به صبح برن دنبال اینا روبروشون بگن همه حرف و خبرها رو، مخصوصا تو رو. اینم نعمته و کل قضیه این بوده، منم اصلا ناراحت نیستم، فقط مردم مراقب باشن، زود قضاوت نکنیم هم دیگه. کی گفته اصلا به جایش کسی گرفته بوده که تو ناراحتی؟ اصلا کسی فکر نمی‌کرده تو ناراحتی، که الان که گفتیم بازم به هیچ جای هیچ کس نیست که ناراحت شدی، بقیه ناراحتن، مردم ناراحتن از دست تو به خاطر دروی تو، ریا و تزویر و دروغگویی تو، بقیه چیزات تو ناراحت نیستی، مردم چششون رو وا کنن زود قضاوت نکنن، مردم چششون رو که باز می‌کنن چهره کمربندشون هم وا می‌کنن، سر تا پا تو قهوه‌ای می‌کنن، دلت خوشه، برو خوش باش که بخشیدن گناهات تو همه. اول از همه لطفا قبل از که صحبت بکنید، چون تو زیادم صحبت میکنید، تکلیف خودتو روشن کن. از کدوم دسته از مردمی؟ از اونایی که صلاحیت دارن که اصلا کلا جزء آدمای صلاحیت داری که میتونن حرف بزنن و نظر بدن و تو نظر سنجی اینو شرکت بکنن، یا نه جزء اونایی هستی که اصلا صلاحیت ندارن؟ اصلا صلاحیت خودشون بهتر میدونن. نه من که اصلا زنم،
اصلا وقتی زن باشی که اصلا صلاحیت نداری. تموم شد، تموم شد دیگه. اصلا تو یه حرف که اصلا یه هنری هم داری، یه هنری هم داری که اون خودش میفرستد تای صف. بدتر. چون میدونی که اصلا زن باشی، هنرم داشته باشی، صلاحیت هیچی نداری. هیچ. مثلا تو خودت تو همین صدا و سیما رو نگاه کن. رسانه مملکت با اون بودجه میلیاردی و پول مردم و تمام این چیزا پاشده کامرامن و دوربین و میکروفون و نمیدونم صدا بردار و گریمور و ماشین صدا و سیما و بودجه اینا همه رفتن. خب 10 تا زن نشستن چی چی پلو؟ مغلوب پلو، همون یتیمچه لبنانی درست کردن. اینا ازش گزارش گرفتن، فیلم گرفتن، صحبت کردن، حرف زدن، مثلا چندین دقیقه از وقت رسانه ملی رو اختصاص دادن به اینا که دارن میزنن پشت قابلمه. میدونی چقدر سخته همزمان برگردونی تخت تخت بزنی پشت قابلمه؟ خب آخه میدونی اسرائیلی‌ها خیلی تا میگیرن، خیلی تعدیکاشون سب نمیاد، هر چی تو بزنی اون نمیاد بیرون. که اصل اسرائیلی‌ها تای تعدی تای قابلمه موندن، اینجوری چم نگران داشتن نمیان پایین، سرنگون نمیشن اینا به این راحتی که فکر کردی همینجوری تپ 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 بزنی میای پایین. نه چون فرض بگی حالا مثلا سی ان ان پاشن مثلا تیم را بندازن دنبال خودشون، پاشن برن توی یه مثلا شهری روستایی اونجا مثلا دارن کاری مثلا هندی درست میکنن برای مقابله با مثلا هندیایی یه منطقه، اینا گزارش بگیرن و بیارن اینا رو صحبت بکنن. نظرتون چه جوری پختین؟ رو بیاش یه جوری وقت الکی رو آخه واقعا به جای اینکه هنرمندای مملکت رو بیارن تو اون رسانه بهشون فرصت بدن، هنرمندای مملکت رو گذاشتن تو زندان، این ابلها رو آوردن گذاشتن جلو دوربین بزنن تا قابلمه. مثلا تو ماچ بذارین راجع به تو ماچ صحبت بکنیم. هفته گذشته اتفاقا یه برنامه‌ای هم توی پاریس فکر می‌کنم برگزار شد برای حمایت از تو ماچ. هنرمندان زیادی اومدن اجرای برنامه داشتن که فوق‌العاده بود و خیلی استقبال هم شد. Réformateur, lobbyiste, menteur, lâchez la monnaie, lâchez la monnaie. C'est خیلی خاصی بازاری. حمایت اصلا غیر قابل تصور ایرانی‌های خارج از کشور و این مردم به دست می‌آورد. یک کمپین دیگه ای رو هم هنرمندا و خود فکر می‌کنم پیج توماج اطلاعات بیشتری رو میتونه در اختیارتون قرار بده، ولی خب یه کمپینی رو انداختن از همه هنرمندا، نه فقط خواننده‌ها، نه فقط رپرها، شاعر، نویسنده، طراح لباس، هر کسی که در هر زمینه هنری داره ازشون خواستن که یه ویدیو درست بکنن و توی اون ویدیو با هشتگ فری توماج در رابطه با آزادی توماج و وضعیت ناعادلانه‌ای که داره صحبت بکنن، که این ویدیو رو حالا بعداً برای کمپینش استفاده خواهند کرد. البته توماج تنها هنرمندی نیست که الان توی زندانه. خیلی هستن، یا بازخواست میشن یا ممنوع کار میشن، تعدادشون کم نیست واقعا. حالا امیدواریم که تغییری ایجاد بشه و شما عزیزان هم اگر دوست داشتین میتونید به این کمپین بپیوندین. اطلاعات بیشتر رو توی پیج خود توماج میتونید بهش دسترسی داشته باشین، ولی خب برای کمک، برای صدای این هنرمندان بودن، هر کاری که بکنیم باز هم کمه، پس دریغ نکنید. ببین یه چیزی رو چند وقتی میخواستم با مطرح کنم و راجبش صحبت بکنم. تو این برنامه رو به عنوان یک برنامه هنری، به عنوان یک فضای هنری، به عنوان یک جایی که کار هنری توش انجام میشه قبول داری یا نه؟ نه، قبول داری یا نه؟ البته، 100%. پس تو اصلا نباید اینجا باشی. ای بابا چرا آخه؟ باز چی شده؟ دقت نمی‌کنی دیگه، دنبال اخبار و مسائل مهم نیستی. چی شده؟ وزیر ارشاد اعلام کرده خانمایی که حجاب ندارن نمیتونن کار هنری بکنن، نمیتونن تو جایی که کار هنری داره اتفاق میفته حضور داشته باشه. ای بابا. از لحاظ قانونی اجازه نداریم به کسانی که کشف حجاب میکنن اجازه در واقع حضور در برنامه‌های هنری بدیم. دیدی؟ اصلا راهی دیگه پیش پای ما نیست. هیچ راهی نیست. الان هیچ مسیری جز همینی که
وزیر فرهنگ و ارشاد و جفنگیات دیگه است گفت. یعنی من الان باید حجاب بذارم؟ گزینه نداریم دیگه متاسفانه. دیگه یا حجاب دیگه یا سیبیل بخواهی میخواهی سیبیل آره سیبیل هم بد نیست. البته سیبیل تو چیز میزم آره داشتن جریمه میکردن. نمیشه نمیشه من چیکار کنم؟ چون به هر حال میگم این مسئله جدیه. این مسئله حجاب الان مسئله جدیه. چون مردمو قبلا مجانی کتک میزدن. خب الان گفتن از خدمات محرومشون میکنن دیگه. مردمو قبلا تو خیابون به خاطر بی حجابی مجانی بدون اینکه هیچ هزینه ای براشون داشته باشه خدمات رو بهشون ارائه میدادن و یه فصل میزد. چون خدمات دیگه ای که اینا ندارن که. اینا خدماتشون یا زدن یا زندان کردن یا کور کردن یا حمله کردن یا گاز گرفتن یا چنگ زدن ایناست خدمات. این خدمات رو اگر حجاب داشته باشی متاسفانه بهت نمیدن. آره. الان حالا سیستم جدید اینجوریه که خیلی پیچیده است. من خیلی پیچیده است. الان دیگه مجانی کتک نمیزنن. الان شما باید پول بدی بلیت بخری بری تو کنسرت بزننت. هم پول بدی. آره اینجوری. بله. همه خدمات یعنی الان خدمات دیگه چیزی خدمات دیگه داره؟ که همین دیگه در حد کتک زدن و حمله کردن اینا این خدمات رو ارائه میدن ولی خدمات دیگه مثل بانک و نمیدونم جایی بری مثلا نه 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 از اون خدمات شرمنده. اون خدمات اگر چیز داشته باشی مثلا بانک بهت وام میده اکانتای شبکه های اجتماعی داخلی. آها داخل آره فقط. مثلا تو اینستاگرام تو اگه احیانا از اینستاگرام مهاجرت کنی بری توی یکی از این شبکه‌های داخلی بر اساس تعداد فالوور بهت وام میدن. اینو جدیداً اعلام کردن. جدی میگی؟ این آیین‌نامه هم به دنبال اینه که امکانات ویژه‌ای رو برای کسایی که در سکوهای داخلی در پلتفرم‌های داخلی کسب کار خودشون رو راه اندازی میکنن یا کردن فراهم بکنه که بتونیم مسیر توسعه اقتصاد دیجیتال رو و رونق کسب کار اینترنتی رو انشالله با شتاب دنبال بکنه. بانک بهتون وام میده اگه خیلی هم فالووراتون بالا باشه خودشون به تیک آبی بهتون میدن راحت. آره وام میدن تحصیلات میدن و اینا و این خودش خیلی نکته مهمیه. الان من خودم دنبال همین که هستی دنبال آره برم وام بگیرم. چطور؟ برای برنامه برای برنامه میخوام وام بگیرم که بتونیم آره به هر حال دوستان عزیز من همین الان دیگه مجبور شدم دست به دامن شما بشم اینا. ببینید الان من این کانال تلگرامو هی به شما میگم شما بیاین عضو این کانال تلگرام بشید. گوش میکنن یا نمیکنن به این سوی چراغ اصلا من نمیخوام اینجا تبلیغ لارجر باکس و نمیدونم چیزای دیگر رو تو این کانال تلگرام بکنم. این کانال تلگرام به 10 میلیون نفرم برسه شما یه دونه تبلیغ حالا لارجر باکس که هیچی تبلیغ دیگه ای رو هم نمیبینید توش. من واقعا قصدم ارتباط برقرار کردن با شما دوستان و تبادل نظر رو همیناست. حالا شاید تهش بخوام برم یه وامی هم بگیرم دیگه. این وام گرفتن اینقدر چون این تلگرام منو برو اوسشو میخوام برم وام بگیرم لازم دارم. برید عوض شو سریع‌تر خواهش میکنم. آره دمت گرم. اینو امشب اگه من بتونین صبح برم دنبال وام ازتون واقعا ممنون میشم. قربون همگی.